بینندگان عزیز و عجمن، در خدمت همکار نازنین خانم نیلی هستیم که لطف کردن همکاریشون رو با ما آغاز کردن. امشب بنا به دعوت خانم آپیک، مری آپیک در منزلشون یک ایونت، یک مهمونی برگزار کردن تا بتونن اون آرزویی که تقریبا همه ما داریم بهش جامعه عمل بپوشونه. البته به قول اینجا گفتن استپ بای استپ، یواش یواش، و آرزو میکنم که ما بتونیم با این جمعیت عظیمی که در خارج از کشور به خصوص در شهر فرشتگان داریم، بتونیم جایگاه خودمون رو در بین خارجیایی که در اینجا هستن مشخص بکنیم. شما چه میگید؟ کاملا درسته شهروز عزیز، اجازه بدید که درودی بگم خدمت بینندگان عزیز و سپاسگزاری و اینکه خوشحال هستم که به جمع عزیزان NI TV پیوستم. من هم به نوبه خودم فکر میکنم که این قدمی که مری آپیک عزیز برداشتن خیلی مهم و مؤثر هست برای اینکه به جامعه امریکایی و به کلا جامعه غرب نشون میده که ایرانی ها با اینکه از جاهای مختلف دنیا هستن و زندگی میکنن و از کشور خودمون جدا شدیم، هر کسی به دلیلی از ایران اومده بیرون، ولی باز هم میتونیم در هر جای دنیا که باشیم با همدیگه باشیم و اون همبستگی، عشق و محبتی که ازش اومدیم رو نشون بدیم. و من امیدوار هستم که فاندریزینگ امشب بسیار پرثمر خواهد بود و عزیزانی که به اینجا تشریف آوردن و مهمانان که در اینجا هستن، مطمئن هستم که دل همشون برای ایران میتپه. حتی مهمانان خارجی که در اینجا هستن، فرصت نشد که با تک تک اونها ما صحبت بکنیم، ولی واقعا از ایران و ایرانی با سپاس یاد میکنن، با افتخار یاد میکنن و ما هم به عنوان یک ایرانی، من هم به عنوان یک بانون ایرانی خوشحال هستم که تونستم امشب رو در این جمع باشم و امیدوار هستم که بتونیم زودی این پرید رو در لس آنجلس داشته باشیم. در صورت کلی براتون صحبت داریم با مهمان هایی که امشب اومدن گفتگو کردیم، که ازتون خواهش میکنم با ما باشید. هم به داخل میریم، جمع صمیمانه و دوستانه هموطنان عزیز رو که واقعا به جرئت باید بگم شاید اغراق نکنم، از نخبه ها امشب بیشتر دعوت شده تا بیایند و برای اون کار مهمی که برای نام ایران هست که بخصوص از نوروز آغاز میشه، بتونن همه گوشه این کشتی بزرگ رو بگیرن تا بتونیم به اتفاق به ساحل مقصود برسونیم. از شما دعوت میکنم با ما باشید و برنامه امشب رو نگاه بکنید. من فکر میکنم خالی از لطف نیست. سپاسگزارم. سپاسگزارم. اجازه بدید که برای اولین بار شاید صحبتی در تلویزیون NI TV معرفی کنیم به شما رو یکی از ستاره های ایرانی در هوملند و برنده جایزه‌ای که ببینید باید ماها دقت کنیم که چه افتخاراتی دارن در قسمت هنری، اونم در نه در یک کشور کوچک و بزرگ. یعنی وقتی شما در هالیوود موفق میشید ببینید یعنی در دنیا ستاره هستید. آقای نوید نگهبان، خیلی خیلی خوشحالم که وقتی داشتید و تونستیم توی این مهمونی با شما صحبت کنیم. جام خوشبختم با شما دارم صحبت میکنم. قربونتون برم.
چی میبینید؟ من میدونم که آینده خیلی، ولی چی میبینید که در این سرعت بتونن جوانها و افراد هنرمند، چقدر آیا ما هنرمندهای دیگه هم داریم مثل شما که آینده ای بتونن داشته باشن؟ البته ما هنرپیشه‌های ایرانی خیلی خوبی داریم الان توی بازار آمریکا، نیکولاس گیلک، انتونی عزیزی، بچه های خیلی هنرمندی هستن، ماز جبرانی، شان تو، دیوید دیان، و بچه ها خیلی موفق دارن کار میکنن و حتی ما پشت صحنه هم افراد زیادی داریم که دستن در کارهای فنی هستن و من فکر میکنم جوانهای ما که دارن میان وارد این محیط فضا دارن میشن، اگه ما بتونیم سپورتشون بکنیم و بتونیم بهشون کمک بکنیم، فکر میکنم خیلی راحت تر ما میتونیم به اون مقامی که میخوام برسیم تو این فضا، تو این محیط. از لحاظ کارگردان ها و فیلمسازای ما آیا میدونم که مثلا جایزه‌های بزرگی هم بردن و بجز اینی که حمایتی میشه بر خاطر موقعیت ایران برای مردم و هنرمندای ایرانی، ولی فکر میکنید که ما بتونیم در آینده به عنوان مثل دیگر آمریکایی‌ها که از نژادهای دیگه و کشورهای دیگه اومدن، ما یک فیلمی بسازیم که تا حتی توی تاریخ خود، مثلا آرزوی من به عنوان این بود که چرا بله دکومنتری کوروش رو خود آمریکایی‌ها ساختن، ولی راجب کشورمون یا داستانهایی رو که کشورمون رو قسمت خوبی رو که داره بتونیم یک روزی بذاریم، یا داستانهای تو حتی عاشقانه هر چیزی که هست. البته چرا نه، من فکر میکنم تنها چیزی که هستش، ما ایرانیای خیلی موفق داریم اینجا، ایرانیایی هستن که واقعا قدرتش دارن، هم قدرت مالیشی دارن هم امکانات اجتماعیشو دارن، اگه هممون دست به دست هم دیگه بدیم خیلی راحت میتونیم داستانهای خودمون رو بگیم. نمیدونم از سوال کنم یا نه، نظرت راجع به، میدونی چه فیلمی میخوام سوال کنم؟ خواهش میکنم بفهم سوال کنم. فیلمی که اخیراً جایزه برد، ولی مثلا به نظر من داریم، من مثلا پیش خودم فکر کردم از نظر فیلمسازی اشپیلگر اصلا قابل مقایسه نیست با این هنرپیشه خوبمون راجع به ایران. فکر میکنید که فیلم آرگو رو داریم میگیم؟ میگم نه، من خودم، من به شخصه از فیلم آرگو خیلی خوشم اومد، فکر میکنم کارشون خیلی عالی بود، کار اکتینگش خوب بودش، کارگردانیش فوق‌العاده بود. من زمانی که این اتفاق میفتاد من خودم ایران بودم و موقعی که مقایسه میکنین بین طور که داستان گفته، حالا ببین داستان اینا از نظر خودشون میگن و اونطور که واقعا باید، شاید مثلا اینا این داستان از جنبه اونا گفته شده، از طرف اونا گفته شده، پس بنابراین اونا هر چیزی که بخوام میتونم بگن. انظر یک فیلم هنری به نظر من خیلی جالب بود، من خیلی خوشم اومد ازش و بچه های ایرانی خوبی هم داشتیم که تو اون فیلم کار کردن و من خودم به شخصه از فیلم خیلی خوشم اومده. آیا فکر میکنید که بشه بیشتر از این مسائل، ولی به قول معروف از دیدگاه حساب افرادی مثل شما یا ایرانی ها چرا نه؟ خب شما از من یه سوال کردین، حالا من نمیدونم من بگم یا نگم، من معمولا جلو حتما I get myself in trouble. ببین مشکلی که الان ما اینجا داریم اینه که ایرانی های موفق اینجا ما زیاد داریم، هم از لحاظ همونطوری که گفتم، هم از لحاظ فرهنگی، هم از لحاظ اجتماعی، هم از لحاظ مادی، ولی متاسفانه اونطور شاید من ندیدم، شاید هستم و من پیدا نکردم، به اون صورت که باید شاید ما همه دست به دست هم دیگه نمیدیم. داستانه ای هستش اینجا که خیلی راحت ما میتونیم این داستانه رو بگیم و از جنبه ای، از طرز طرف نظر خودمون رو بدیم، ولی متاسفانه کسی سپورت نمیکنن و ما همش نشستیم میگیم چرا بقیه میان فیلم درست میکنن، حقشون رو بذار بکنن، دارن میکنن، خوب میکنن، بذار بکنن. آقای نگهبان جانم، من فکر میکنم که شاید اینا متوجه نیستن که این صنعت تا خیلی خیلی درآمد و پول سازه. دقیقاً یکی از بزرگترین منبع درآمد دو سال گذشته. سال گذشته شما اگه توی استاک مارکت رو نگاه بکنین، فیلم اندستری یکی از بهترین ها بوده و حتی نسبت به سال گذشته هم درآمد فیلم ها بیشتر بوده.
و فکر میکنیم این حرفایی که با هم میذاریم در تلویزیونش نو وی ار نات گوینگ تو پوت یو این ترابل میبی وی پوت دی اتنشن تو دی بیگ پیپل. نه واسه من مثلا من چیزی که دارم میگم ما اینجا خیلی موفق هستیم. بله ایرانیای موفق زیادی داریم. ایرانیایی داریم که اینجا میگن دقیقاً این گروه تا به اومده هم تحصیل کرده است، هم موفق بوده و هم به آمریکا در جامعه آمریکا هم خدمت کرده. دقیقاً چرا دست به دست هم دیگه نمیدیم؟ چرا یه داستان خوب رو پیدا نمی‌کنیم؟ بچه‌ها هنرمندمون رو با هم دیگه دور هم دیگه جمع نمی‌کنیم؟ میگیم چرا بریم و فیلم رو درست بکنیم؟ با ما نشستیم میگیم مثلا 300 رو درست کرده طرف تونسته دوستاش رو دور هم دیگه جمع کرده، پول داشته، این کارو کرده. اگه واقعا من میخوام حرف بزنم، اونا هر چی میخوام بگن بذار بگن، بذار ما کار خودمون رو بکنیم. اگه ما واقعا دلمون میخواد که خودمون رو نشون بدیم، داریوش رو نشون بدیم، یا میخوام رستم و سهراب و داستانای خودمون رو بگیم، ما بنزه کافی داستان داریم. ولی متاسفانه اینه که شما حساب بکنید که میخواین شما $100,000 توی یه ریل استیت اینوست بکنین یا $100,000 اینوست بکنین واسه اینکه میخواین کالچر خودتون رو بشناسونین، کدومی که اینوست میکنین؟ از من بپرسید که همه رو اینوست میکنم تو کالچر. خب پس من خب پس یه 4-5 تا مثلا شما لازم داریم که $100,000 بذارن که این درست بشه. و مسئله اینه که ما امکاناتش رو داریم، ولی متاسفانه یا دوستان خیلی موفقن، ولی they're going for safe thing. Somebody has to start it. دوستانی هستم بیرون شروع کردم، بذار فقط کمکشون کنیم. خیلی متشکرم. من خوشحال شدم و منم همینطور. قربان شما. موفق باشید، افتخار می‌کنیم به شما. منتظر موفقیت شما. خداحافظ. خیلی ممنون، مرسی. برای پیامی که بچهای به بینندگان تلویزیون میلیون در تمام جهان دارید، به همتون سلام عرض می‌کنم. امیدوارم خوب و خوش و خرم باشین و موفقیت زیادی رو برای همتون آرزو می‌کنم. خوش باشین. متشکرم. دوستان عزیز، در میان دو تا از چهره های محبوب و شناخته شده ایرانی هستم. افتخار این رو دارم که در سمت چپ من آقای کاردان عزیز و در سمت راست من اندی عزیز که واقعا همیشه در تمام صحنه ها بوده و ما رو همیاری کردن. اگر اجازه بدید من برم با آقای کاردان اول صحبت بکنم. آقای کاردان عزیز، بسیار بسیار خوش آمدین. ممنونم از لطف و محبتتون تا باشه اینجور جاها باشه و فعالیت های ایرانی ها برای اینکه بهتر خودشونو بشناسن و اون فرهنگمونو بتونیم در این آمریکا اونطور که دلمون میخواد جا بندازیم، مخصوصا در لس آنجلس که دیگه شده تهرانجلس. نه ببخشین، هم تهرانجلس هم اینجا پایتخت ایرانیان غربت نشینه، اصلا مال ماست، تقریبا حدودا مال ماست. و حالا یواش یواش گرچه خود آمریکایی‌ها هنوز اسامی خیابون‌ها رو همون اسپانیش نگه داشتن، ولی ما ممکنه عوضش کنیم یواش یواش. به نظر شما وست‌وود باید چی بشه؟ وست‌وود باید وست‌وود باشه، جای ایرانیان عزیز که اونجا باشن و بدانیم که ما فرهنگمون رو در یک کشوری آوردیم که این کشور بسیاری از فرهنگ‌های دنبال و دنیا رو قبول کرده. و یادمون باشه که آمریکا با کوچ اهالی کشورهای دیگه درست شده و در آماری که گرفته بودن در UCLA
تنها اقلیتی که با فرهنگ و ثروت به آمریکا آمدن ایرانی‌ها بودن، برای که بقیه برای پول پیدا کردن، طلا پیدا کردن و تحصیل مجانی کردن. ما هم پول آوردیم هم فرهنگ. بسیار عالی، بسیار عالی، واقعا همینطور است که شما میگید. خب انتی عزیز، جای شنی زیبا در کنار شما خالی هست امشب. دیت من آقای کاردان هست. خواهش میکنم. آپگرید کردید. What a wonderful man. واقعا واقعا یکی از عزیزترین دوستان منه و هر جا هر کلمه به عنوان خیریه یا همکاری یا دوستی یا ایران باشه، اندی اول هم است. ما اندی عزیز رو دوست داریم، میدونیم که شما واقعا یکی از عزیزان ما هستید به عنوان یک ارمنی ایرانی. در حقیقت من بیشتر دوستان من ارمنی هستن، متاسفانه ارمنی منقدر خوب نیست که باهاتون صحبت بکنم، ولی گاماس گاماس، دقیقاً گاماس گاماس. ولی اندی عزیز، شما چی فکر میکنید در مورد اینکه این پرید ایرانی در عید نوروز به امید خدا انجام بشه در لس آنجلس؟ من هم مثل آقای کاردان فکر میکنم که آمریکا واقعا بهترین کشوره، به خاطر اینکه همه نوع اقلیت‌ها رو آزاد گذاشته که مذهب خودشون و زبان خودشون و فرهنگ خودشون رو نگه دارن. و ما ایرانی‌ها چندین هزار سال فرهنگ داریم، مهم نیست کجای دنیا باشیم، این فرهنگمون تو خونمونه و نگرش می‌داریم. و چقدر خوب میشه که ما دور هم جمع بشیم حمایت کنیم. اگر ما همدیگر حمایت نکنیم، این فرهنگ تو این کشور ملتینگ پات زود جذب جامعه میشه، تموم میشه. فقط دست ماست، هیچ کس هم به ما کاری نداره و ما میتونیم این کار بکنیم و ما آدماشو داریم که این کارو بکنن، فقط باید همت بکنیم انجامش بدیم. 100%. بسیار سپاسگزار. شما چیزی میخواهید در نه خواهیست. تشکر میکنم از لطف و محبتتون از NITV. بله. NITV. من خودم جزو کسانی بودم که از اول با NITV با زیای عزیز و سرکار خانمش همکاری کردم و امیدوارم موفق باشن. حتما همینطور خواهد بود و به امید روزی که بتونیم در همین لس آنجلس مثل نیویورک پرید ایرانی ها رو در عید نوروز باستانی خودمون داشته باشیم. بینندگان عزیز ارجمند، در کنار هنرمند نازنین گل، آقای مرتضای برجسته از برجسته ترین هنرمندان گل دنیای هنر. مرتضای نازنین، درود بر تو. یکی یکی داره آرزوامون برآورده میشه. دوست داشتیم یک خانه فرهنگ داشته باشیم که خدا رو شکر داریم و لطف بکنن دوستان بیشتر کمک بکنن به این خانه. و دوست داشتیم که رژه نوروز هم در لس آنجلس برگزار بشه. پنداری داره میشه، چی میگی؟ حالا این من خیلی خوشحالم که این مراسم و این گرد همایی ها داره شکل میگیره. ایرانی ها در خارج از کشور اتحاد خودشون رو باید نشون میدادن و باید هرچه بیشتر نشون میدادیم تا اینکه موقعیت خودمون رو تثبیت بکنیم در جامعه‌ای که داریم توش زندگی میکنیم. و الان یواش یواش داره این اتفاق میفته، یواش یواش لزوم برگشت به فرهنگمون، برگشت به اتحادمون اینجا داره شکل میگیره. و این همین رژه‌ای که برای نوروز که میخوان انجام بدن در لس آنجلس
یه اتفاق خیلی خوبیه که خب سالها در نیویورک اتفاق میافتاده و عکس العمل خیلی زیادی داشته و خوشبختانه به لس آنجلس هم کشیده شده. من امیدوارم با این رژه همینطوری یواش یواش دست جمعی هممون پیاده بریم تا ایران. امید خدای بزرگ. فکر میکنیم مردم نقششون چیه؟ هنرمندا چیه؟ برای اینکه این کار با اونجوری که دلمون میخواد برگزار بشه. هر کسی به عنوان یک فرد ایرانی در هر حرکت اجتماعی نقش موثری داره. این از قدیم میگفت اندک اندک جمع گردد وانگهی در شود و این اندک اندک هایی که الان داره ما ایرانی ها هستیم اگه به صورت متشکل و متحد بتونیم دستمون تو دست هم باشه و اینجور گرده همایی ها رو حمایت بکنیم، من فکر میکنم که اثر خیلی خیلی مثبت‌تری داره تا اینکه هر کسی بره ساز خودشو بزنه. Ladies and gentlemen, we're here with three of our friends here. The friend next to me is Mr. Jeff. He would like me to refer to him as Jeff. I tried to say his last name, but he said no, please refer to him as Jeff from Sri Lanka, and Mrs. and Mr. Rahimian. Jeff, so I've heard that you traveled pretty far away to get to our event tonight. I was at the President Obama's inaugural ball. They also got an invitation, but because of this event, they didn't come. Also, there was another event before this, but it was so pleasure to be here, and I'm always support the mayor of Beverly Hills, my good friend. And not only that, why we are having it only in New York? We should have the parade here, and you have all the support from my fellow Sri Lankans. I will get them involved. We have around about 60,000 in California. Right. I will send the message to them also regarding this event. So are they going to be coming very soon here, the 60,000, or well, we'll create, let's call the chef and tell him add more. We'll create another park for them. Right, that's perfect. So I understand that you are pretty familiar with Persians and Iranian culture. So what makes you so interested? What seems so interested to you? Well, let me tell you something. They are very, very intelligent people. One thing I noticed, not only that, most best looking people in the world. All right. Especially the ladies, right? Oh my God. You should be in the Miss Universe. Oh, thank you. Thank you so much. So now, and I've heard that you've been to Iran a few times, right? I have been 5 times. I was a former consul general to Western States of United States. Presently, I am the Sri Lanka Honorary Consul General to Colombia and Venezuela. And also, I'm heading the Global Ambassador Program. And I've been to your country in official, and I enjoy every minute I go there. I was there last year, May, and beautiful people, lot of smart people in your country, and I hope and pray everything go good for your beautiful Iran. Thank you so much. We appreciate your support. It means a lot to us. Now, if you don't mind, I'm going to ask this wonderful, beautiful lady next to you that she's Persian. So so you are here to support the parade in Los Angeles, correct? Actually, I'm on the committee.
You're in the committee. Yeah, I'm in the committee. Good, good. See, she invited you, and you get to meet a lot of nice people here. Absolutely. And so we were kind of for the last couple of months, you know, working on this event, you know, with Mary Apik and the rest of the committee members. Well, that's wonderful, and I Flew from Sacramento actually today. I live in Sacramento. Well, I've heard a lot of great things about Sacramento and Northern Cal people. I actually recently was there. And I assume that you and your husband are together in this fundraising and this event, correct? And I brought my two daughters. Yeah. Yes. Yeah, our two daughters are here too. Two daughters. Yes, yes. Actually, one of my daughters is a volunteer, you know, for this event too. Oh, that's yeah. Sweet. And they both were born and raised here, I assume. In Sacramento. Perfect. Yes, yes. Perfect. So we really appreciate you coming tonight, and especially you as our honored guest. And we wish you all the best, and I'm sure that we're going to have a wonderful fundraising. Thank you so much for being here. Thank you. Thank you so much. Thank you so much.